يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، بالنور والإيمان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. در حدیث شریفی که بالای تخته نوشته کردیم، یکی از درس‌های مهم حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است که با یک صحابی نوجوان درس میده، و اگر این جوانای ما و نوجوانای ما و ریش سفیدای محترم ما در زندگی 24 ساعته خود در خانه خودی حدیث شریف نوشته بکنن، در دیوال نصب بکنن و این حفظ بکنن، تمام زندگی خدا مطابق ازی عیار بسازن، بزرگترین دوا هست برای تمامی دردهای روحی، جسمی، اجتماعی، دنیوی و اخروی. از این خاطر من این حدیث شریف انتخاب کردم. اولی حدیث شریف کل ما و شما باید بخوانیم تا که تلفظ درست این حدیث شریف یاد داشته باشیم. من میخوانم، شما لطفاً از پشت سر من بخوانین. اینجا نوشته است عن ابن عباس. سعی کنین، بسیاری کسا ابن بن میخوانن، این غلط است، باید نون زیر بتین، بگوین که عن ابن عباس رضی الله عنهما. اینجا رضی الله عنه، بسیاری وقتا این مشکل مردم دارن که بعضیا بر مؤنث و مذکر فرق کرده نمیتونن. ما و شماشون طالبای علم هستیم و همیشه کوشش میکنیم که قرآن بخوانیم، تجوید بخوانیم، حتی در خواندن احادیث هم باید توجه داشته باشیم. عنه رضی الله عنه بر صحابی مرد گفته میشه که یک نفر باشه. مثلا میگیم ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه. اینال اگر زن باشه این صحابی مبارک، مثلا بی بی عایشه، و چی میگیم؟ بی بی عایشه رضی الله عنها. چی بگویم؟ بی بی فاطمه نه نمیشنوم عنها. خب بی بی خدیجه رضی الله عنها. خب اینال اگر دو نفر باشه، یا زن باشه یا مرد باشه، بر از او عنهما گفته میشه. چی میگیم؟ خب اینال میگیم که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها. در اینجا چرا عنهما گفتیم؟ به خاطر ازی که اینجا ابن عباس گفت، یکی عبدالله هست و یکی هم پدرش عباس هست، از این خاطر چی گفتیم؟ رضی الله عنهما. اگر سه صحابی مرد باشن باز میگیم رضی الله عنهم. چی میگیم؟ مثلا یک کسی شما را میگه که ابوبکر و عمر و عثمان و علی، چی بگیم؟ رضی الله عنهم. و اگر زنها باشن، این صحابیات باشن، مثلا فاطمه و عایشه و خدیجه، رضی الله عنهن. چی؟ اینا کم کم عربی رو میاد میگیریم، نه؟ خب این حال فرق شد بین عنه، عنها، عنهما، عنهم و عنهن. سعیز نه؟ این حال کی بر من امی پنج کلمه را اینجا میه و بر من تشریح میکنه؟ یک یک مثال؟ آفرین. بگن شما؟ هم؟ بگن شما؟ اگر یک نفر مرد باشه؟ رضی الله عنه. مثلا حضرت عمر؟ رضی الله عنه. خب، اگر بگویم بی بی عایشه؟ رضی الله عنها. اگر بگویم که حضرت عمر و حضرت علی؟ رضی الله عنهما. عنهما. اگر بگویم که بی بی فاطمه و بی بی عایشه؟ رضی الله عنهن. دو نفر هستن. عنهما. عنهما. خب اگر بگویم که ابوبکر و عمر و عثمان و بلال؟
رضی الله عنهم رضی الله عنهم. اگر بگویم که بیبی فاطمه و بیبی خدیجه و بیبی عایشه و بیبی جویریره رضی الله عنهن. شاباسن. الله اکبر. الله بفرمایید. خب اینا که فهمیدیم اینال چی میگه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. خب گفتیم حدیث هم میخونه، میگه کنتو خلف النبی صلی الله علیه و سلم، کنتو خلف النبی صلی الله علیه و سلم یومن فقال یا غلام اینی اعلمک کلمات احفظ الله يحفظک احفظ الله تجده تجاهک احفظ الله تجده تجاهک إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. این ای حدیث شریف شد. حالا از این حدیث شریف ما شما اول براتون ترجمهش میکنم، بعد از این یک یک کلمه احادیث تشریح میکنم، میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این نوجوان چی درس داد و ما از این درس ها چقدر در زندگی 24 ساعته خود امروز در افغانستان استفاده کردیم. شما مسلمانای تاجیکستان در تاجیکستان چقدر از این حدیث استفاده کردین، شما برادرای عزیز ما در تخار و بدخشان و قندوز و دیگه ولایت افغانستان از این حدیث چی استفاده کردین؟ بسیاری از دوستان ما از تاجیکستان اول داره کرده که استاد در حدیث و ارگپی را که میدین برای ما سند بتین، ما برشان سند میتم. این حدیث شریف امام احمد در نمبر حدیثش 2669 در جلد اول صفحه 293 روایت کرده. امام ترمیزی در نمبر 2516 جلد 4 صفحه 667 و گفته که حدیث صحیح است و حاکم در کتاب خود در جلد سوم صفحه 623 حدیث نمبر 6302. خب و بعضی از کتاب‌های دیگر هم چیز کردن که مشهورترینشان امی بودن. و امام البانی رحمت الله علیه میگه که این حدیث حدیث صحیح است و صححه الشیخ البانی. بنان این حدیث که ما بر شما برتان میخوانم، این حدیث صحیح است، نه حدیث موضوع است، نه ضعیف است، نه دروغی است، نه فلانی است، چون این علما اون تایید کردن که این حدیث صحیح است. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که یک بچه نوجوان بود، هنوز جوان سن بزرگی نرسیده بود، میگه کنت خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما، یک روز ما در کجا بودم؟ میگم ما در عقب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم.